به نام یاد خدا سلام بر شما، به خبر شش خوش آمدید. امروز شنبه برابر است با 20 جوزای سال 1402 هجری خورشیدی. در آغاز نگاهی داریم به چند سرخط. رد گزارش شورای امنیت از سوی امارت. شورای امنیت سازمان ملل در گزارشی از آنچه که برگشت طالبان به سیاست های انحصاری دهه 90 پنداشته انتقاد کرده است. مهدی دوهر نخست امریکایی ها دیرپا نمودند و امارت نیز چندان متحد برش نماند. انتقاد از تصمیم انتقال مهاجران وزیرستان شمالی. برخی از مهاجران وزیرستان شمالی در خوست میگویند که نمیخواهند به ولایت دوردست بودوباش کنند. موږ خپل د افغانستان اسلامي امارت په کامله معنا هغه سیاست چې د دواړو هیوادونو په خیر وي په مخ یوسو. عادت او توجه دو دا غریب خلق دی، بیچاره خلق ته چې موږ سره مرسته وسي دا کیسه بهتره. سه برابر شدن آلودگی هوا در پایتخت. آلودگی هوا در پایتخت در یک هفته پسین سه برابر افزایش یافته است. گرد خاک که میبینید همی ذرات معلق هوا به قدر 2.5 میکروگرام بر متر مکعب نسبتا از استاندارد کیفیت هوای افغانستان و استاندارد کیفیت هوای سازمان سی جهان بالاتر است. شکایت شهروندان از فعال نبودن ماشین های صراف و ادعای روسیه درباره کشته شدن 1000 سرباز اوکراینی. مشروع خبرهای ساعت 6 از طلوع و طلوع نیوز با من سپ قسم. شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارشی از آنچه که برگشت طالبان به سیاست‌های انحصاری دهه 90 پنداشته انتقاد کرده است. در این گزارش شورای امنیت آمده است که تهدیدهای هراس افغانی در افغانستان و منطقه در حال افزایش است و گروه القاعده در حال بازیابی توانایی های عملیاتیش است. در این گزارش همچنان آمده است که عملیات های شاخه خراسان گروه داعش هم اگرچه کاهش یافته اما مرگبارتر شدند. اما دفتر امارت اسلامی در دوحه این گزارش شورای امنیت را عاری از حقیقت می داند و می افزاید که در حکومت کنونی تمامی اقوام سهم دارند. گزارش از فرشاد داریوش. شورای امنیت سازمان ملل متحد در این گزارشش اوضاع افغانستان را پس از آگست سال 2022 بررسی کرده است. بر بنیاد ارزیابی‌های گروه تحلیلی و نظارت کمیته تعزیرات این نهاد، طالبان متهم به انحصارگرایی شدند و گفته شده است که آنان سیاست‌های دهه 90 را در پیش گرفتند. بعد از اینقدر سال‌های جنگ در افغانستان یک گفتمان ملی ضرورت است که اقشار مختلف سیاسی بیاین و با همدیگر برای آینده افغانستان رای حل بسنجن. اگر این کار نشه خامخا قدرت انحصارگر میمونه. داوری در مورد حقیقت ماجرا دشوار هست، اما اگر طالبان در این مورد شفاف سازی نکند عواقب این سخنان دامنگیر طالبان خواهد شد. در این گزارش از عملکرد امارت اسلامی در توافقنامه دوحه نیز انتقاد شده است و گفته شده است که طالبان بر بنیاد توافقنامه دوحه پیوندشان را با گروه‌های هراس افغان به شمول القاعده قطع نکردند. به باور تحلیلگران شورای امنیت سازمان ملل متحد، برخی از گروه‌ها همانند القاعده، تحریک طالبان پاکستانی در حال بازیابی توانایی‌های عملیاتی‌شانند. مهدی دوهر نخست امریکایی ها دیرپا نمودند و امارت نیز چندان متحد برش نماند و بدون شک در امارت کنونی نیز کمی و کاستی وجود داره، اما جامعه جهانی نیز طور که شاید دو باید باشه راجب افغانستان پابند نماند. باید تفکیق نکنم، باید به طور عموم علیه توریزم یک مبارزه منسجم مدون و شفاف باید داشته باشن. در اون صورت میتونم که اعتماد جامعه افغانستان و اعتماد جامعه جهانی را کسب کنم.
از سوی دیگر دفتر سیاسی امارت اسلامی در دوحه در واکنش به بررسی های گروه تحلیلی و نظارتی شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش این نهاد را به دور از حقیقت و به بنیاد می داند. سهل شاهین می گوید که حکومت کنونی متشکل از تمامی اقوام افغانستان است و در پیوند به حضور گروه های هراس افغان در افغانستان می گوید که تا کنون هیچ کشوری از افغانستان تهدید نشده است و در آینده نیز تهدید نخواهد شد. افغانستان په حق فیصله او قضاوت باید د نړۍ د جنو مغرضو رسنیو د راپورونو په اساس نه وي. د افغانستان په حق راپورونه باید د ځمکنیو حقایقو په اساس جوړ شي، خو متاسفانه داسې نه کیږي. نو دا د دوی ستونزه ده چې باید اصلاح شي. در حالی که چند پیش یک نهاد پژوهشی بریتانیا پیکار در برابر کشت مواد مخدر در افغانستان را پیروزمندانه گفته بود، اما در این گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته شده است که هنوز زود است تا در این باره قضاوت انجام شود. سرپرست ریاست الوزراء خواهان حذف نام‌های مقام‌های امارت اسلامی از فهرست سیاه سازمان ملل متحد شده است. مولوی عبدالکبیر در دیدار با رضا اوتونبایوا نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان افزوده است که امارت اسلامی خواهان دیپلماسی فعال و روابط نیک با جامعه بین المللی است. از سوی هم رضا اوتونبایوا تلاش های امارت اسلامی را در زمینه جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر مهم دانسته و تاکید کرده است که در زمینه بدیل به کشاورزان در افغانستان خواهان کمک کشور چین و هند شده است. سرپرست وزارت تحصیلات عالی در سفرش به تاتارستان روسیه خواهان پشتیبانی از بخش آموزش در افغانستان شده است. ندا محمد ندیم حضور کادرهای مسلکی را در افغانستان مهم خوانده است و از کشورهای همسایه خواسته تا کادرهای مسلکی را به افغانستان بفرستند. به گفته آقای ندیم، از بهر بلند بردن ظرفیت استادان دانشگاه ها برخی از برنامه ها نیز روی دست گرفته شدند. فاطمه ادیب روی جزئیات پرداخته. سرپرست وزارت تحصیلات عالی در سخنرانی در نشست بین المللی وزیران معارف فدراتیف روسیه در جمهوری تاتارستان به پشتیبانی از بخش آموزش در افغانستان تاکید ورزیده و نقش کادرهای مسلکی را در این بخش مهم دانسته است. این مقام امارت اسلامی از همسایگان افغانستان خواسته تا کادرهای مسلکی را از بهر پشتیبانی از آموزش به افغانستان بفرستند. د دوست هیوادونو مو هیله ده چې افغانستان ته د مسلکي کدرونو په رالیږلو سره او یا هم په خپلو هیوادونو کې د مسلکي کدرونو د روزنې لپاره د بورسونو په راکولو سره د افغانستان د لوړو زده کړو څخه ملاتړ وکړي. توجه به علم و تخصص، وفاداری به وطن، رعایت ارزشهای اسلامی، دور نگه داشتن مؤسسات تحصیلات عالی از گرایشهای سیاسی ایدئولوژیک و پلیسی و استخباراتی برای استحکام نظام تحصیلات عالی کشور بسیار مهم و اساسی است. سرپرست وزارت تحصیلات عالی همچنان در این نشست از کمبود زیربناهای معیاری و کمبود لابراتوارها نیز سخن گفته و از جامعه جهانی خواسته است تا در بلند بردن کیفیت در زمینه تحصیلات امارت اسلامی را همکاری کنند. د معیاری لابراتوارونو او علمی زده کړو د امکاناتو کمبود چې د افغانستان په موجوده اقتصادي وضعیت کې د یادې ستونزې حلول شاید ډېر وخت ونیسي، نو هیله دا ده چې په دغه برخه کې زموږ د تحصیلي نظام حمایت وشي. سخنان سرپرست وزارت تحصیلات عالی درباره پشتیبانی از آموزش در حال است که هنوز هم دختران دانشجو فرصت رفتن به دانشگاه ها را نیافتند. برخی از مهاجران وزیرستان شمالی در خوست میگویند که نمیخواهند به ولایت دوردست بودو باش کنند. آنان میافزایند که با چالش های فراوان اقتصادی روبروند و از همین رو توان ساخت خانه های جدید را به ولایت های دیگر ندارند. با این حال مسئولان محلی خوست به تولونیوز میگویند که تصمیم انتقال مهاجران وزیرستان به ولایت های دوردست کشور به هدف تأمین روابط مثبت میان کابل و اسلام آباد گرفته شده است.
اینجا کمپ مهاجران منطقه گلان در نزدیکی خط فرضی دیوران در ولسوالی گربز ولایت خوست است که هزاران خانواده وزیرستان شمالی در آن مستقر شده اند. شماری از این وزیرستانی ها می گویند که نمی خواهند بر اساس تصمیم حکومت سرپرست به ولایت های دوردست افغانستان انتقال یابند. آنان می افزایند که ساختن خانه ها در جاهای دیگر کار دشوار است و این مهاجران امکانات لازم را برای عملی ساختن این تصمیم حکومت ندارند. څه جوړ کړی دي دره په دا اوتکو لشه دا بیا رو باندې ړنګ کې بیا پوس بیا دا د سارا شریکي دا بودی کې دا خو ډېره ناممکنه ده دا خو ډېر سخت غا دی سړی دا ډېر سخت مرحله وي میږ د دغ دي کړي نه نه درېمي دولته او کېرینه جوړ دي خپلو کېرینه دي او میږ دله خوښ یي میږ هېڅکله دغ دي نه نه درېمي خانواده های ساکن در این کمپ همچنین از کافی نبودن کمک های ارائه شده به آنان سخن می زنند و از حکومت سرپرست و نهادهای مدد رسان می خواهند که در زمینه های مختلف به آنان کمک کنند. مرات نه، هنه را چی چیم را مسوسی دی، دقیق نه طول نه میر گشته نده چی میر کم تا ده کم تا توجه نشتا، تکا چه کم که در وقت ریزی، ده هر طرف اینی سیار نه، خدا امیر دیتا ویای چی میز ولی ریتا توجه کوي ټونه وطن لالي نمبل کلاري نشای لري خو دا هم راستا تا یا انیسیار تا یا مؤسسه تا ادا تا توجه دو دا غریب خلق دا بیچاره خلق تا چی میز سره مرست وسی دا کی سابق تر با این حال رئیس اطلاعات و فرهنگ خوست میگوید که تصمیم امارات اسلامی در مورد انتقال مهاجران وزیرستانی به ولایت های دوردست به منظور ایجاد روابط مثبت میان کابل و اسلام آباد اتخاذ شده است. دیدی پاره چی دی افغانستان او دی گوندیو هیوا دونو تعلقات مثبت وی تشنج رمنست نشی او دوی په امن کی شی موږ خپل د افغانستان اسلامی امارت په کامل معنا هغه سیاست چې دی دواړو هیوا دونو په خیر وی په مخ شوسو. این پناهجویان وزیرستان شمالی در حالی از نرفتن به ولایت‌های دیگر سخن می‌زنند که ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارات اسلامی نزدیک به یک هفته پیش گفته بود که مهاجران وزیرستانی که در امتداد خط فرضی دیوران زندگی می‌کنند به ولایت‌های دوردست منتقل خواهند شد. آلودگی هوا در پایتخت در یک هفته پسین سه برابر افزایش یافته است. به گفته اداره ملی حفاظت از محیط زیست، تغییرات اقلیمی و ذرات معلق در هوا از علتهای بیشتر شدن آلودگی هوا در پایتخت است. این نهاد می افزاید که برای کاهش آلودگی هوا در کابل تلاش خواهند کرد، اما با وسایل کافی برای سنجش میزان آلودگی مواجهند. همزمان با این شماری از باشندگان کابل میگویند که آلودگی هوا میزان بیماری ها را در میان مردم بیشتر ساخته است. این روزها آلودگی هوا در پایتخت بیشتر از پیش به چشم میخورد. پایتخت نشینان با ابراز نگرانی از این وضعیت میگویند که افزایش آلودگی هوا سبب دچار شدن مردم به ویژه کودکان به بیماری های گوناگون شده است. هوا ډیره ککړه شوې ده، نو دا چې د کابل ښاریانو ته ډیر ستونزې دا ولاړی، یعنې د تنفسي ناروغیو او داسې نورو ناروغیو ته دا زمینه برابروي. زما د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې کوم تجاران رونه یا هټیوال رونه بې کیفیته مواد استعمالوي د هغې مخنیوی وکړي. اداره ملی حفاظت از محیط زیست هم افزایش آلودگی هوا در پایتخت را میپذیرد و میگوید که در یک هفته پسین میزان آلودگی هوا سه برابر شده است. این نهاد از چالش ها و کمبودات وسایل تکنیکی نیز سخن میزند. همون دستگاهی که ما داریم که در محوطه اداره ملی حفاظت محیط زیست نصب است، آماری که گرفتیم در دو سه روز آمار ما گراف ما بخصوص کمی گرد خاک که میبینید ذرات معلق هوا به قدر 2.5 میکروگرم پر متر مکعب نسبتا از استاندارد کیفیت هوای افغانستان و استاندارد کیفیت هوای سازمان سی جهان بالاتر است. اما برای جلوگیری از آلودگی هوا چی گام هایی باید برداشته شوند؟ ایجاد ساعت سبز پوشات جنگلی می باشد و ساعت سبز در داخل شهر ها می باشد و همچنان ایجاد کمربند های سبز که بیشتر اشجار و نباتات مقاوم چندین سال ها می باشد در اطراف شهرها هم ایجاد می شند. گزارش های نهادهای جهانی نشان می دهد که کابل یکی از پایتخت های جهان است که آلودگی هوا در آن بیشتر است. روز جهانی ساخته های دستی در حالی فرا رسیده است که بیشتر بانوان متشبس از نبود بازار برای ساخته های دستی زنان نگرانند.
دهم جون برابر به روز جهانی ساخته های دستی در جهان است، اما اوضاع بانوان متشبث در کابل چندان خوب به نظر نمی رسد. رخسار که بیشتر از 4 سال سرگرم کار ساخته های دستی است، از نبود بازار برای فراورده های دستیش نگران است. خواست ما از حکومت همیست که در خانما حمایت شود، در خانما کمک شود تا که خانما سرپای خود استاد باشد، تا که خانما خودش پیشرفت کنه، کار کنه. از وقتی که امارت آمده یکمک کاروبار متوقف شده و فروشات کم شده، چون سطح اقتصادی مردم پایین است و نمیتونن اینقدر خرید و فروش کنن و دهلیزهای اوی در روی خانما و یا بسته است و ما خواهیم که نمیتونم یه ما صادر شده بیرون. شکلات که همچون در ماشگاه ها هستم. با این حال سخنگوی وزارت صنعت و تجارت میگوید که امارت اسلامی متحد به پشتیبانی از زنان متشبث در سراسر افغانستان است. از بانوانی که در باب صنایع دستی مصروف کارن حمایت همه جانبه داریم و در داخل و بیرون از کشور برای فروش صنایع دستیشان زمینه بازاریابی را مساعد میکنیم تا بتانن در بخش تجارت و اقتصاد کشور سهم باروز و بازوی قوی کشور باشند. از سوی دیگر اتاق تجارت و صنایع زنان میگوید که در بیش از 16 ولایت کشور اتاقهای تجارت زنان ایجاد شده است. اتاقهای تجارت در 16 ولایت فعلا باز شده، البته ولایتهایی که ما توقعش هم نداشتیم، طرف ننگرهار، لغمان، کنر، مثلا نورستان و طرف هرات هم است و خود مرکز از زون مرکز است ما اتاقا را باز کردیم. پیش از این سرپرست وزارت صنعت و تجارت گفته است که بیش از 50,000 شرکت به گونه غیر رسمی در کشور از سوی زنان اداره می شوند که از این میان 5,000 شرکت به گونه رسمی فعالیت دارند. به ادامه خبر 6 باز هم خوش آمدید. برخی از شهروندان کشور میگویند که فعال نبودن ماشین‌های خودکار صرافی و نبود بانکنوت‌های جدید آنان را با مشکلاتی روبرو ساخته است. به گفته آنان برداشت پول از بانک ساعت‌ها زمان را در بر می‌گیرد. در این میان بانک مرکزی میگوید که روند توزیع بانکنوت‌های جدید 10 و 20 افغانی در بانک‌های خصوصی آغاز شده است. برخی از باشندگان کابل میگویند با آنکه چالش ها از بهر برداشت پول از بانک های کشور وجود دارد، اما هیچ توجه برای دوباره فعال ساختن ماشین های خودکار صرافی یا ATM انجام نشده است. آنان میگویند که برداشت پول از بانک ها ساعت ها زمان میبرد و از همین رو آنان با چالش های فراوان روبرو اند. سو مدی را پدی خوا ټول بانکونه کاغذ شخصی دی که دولتی دی، ATM ماشینونه غیر فعال دی او د خلکو ستونزې ورځ تر بلې په زیاتتو دی او نسی کولی خپل مشکل ته ژر رسیدګي وکړي. پخوا وخت کې موږ لیده په شفاخانو کې یا په غټو سټورونو کې ATMونه فعال و که به چاته مریض پیدا شو هر څه به نو خپلو پیسو په وخت راخیستلی شوی. د بعضې مشکلاتو په وجه باندې هغه ATMونه اوس غیر فعال دي او خلک د داسې ستونزو سره مخ دي چې خپلو پیسو ته ډیر وخت په قطار کې ودرېږي او انتظار کوي. از سوی هم فرسوده شدن بانک نوت ها یکی دیگر از چالش های باشندگان کابل است که آنان را نگران ساخته است. آنان از امارت اسلامی می خواهند تا بانک نوت های جدید را در اختیار مردم قرار دهند. 530 سلګون هغه کا دغه پروسه چې څنګه ختم شوله بعد 500 زرګون هغه کا چې د افغانستان خلکو ته د ډیره ساحت چا ده چې پیسې ډیر زړه شوي دي خلکو نه بیخي کار د پیسو نه نشي اخستلای. خلکو دا غوښتنه چې دا نه کومې زړې پیسې سره د افغانستان بانک نمایندګۍ ته وړ یا د کابل بانک یا د غو نمایندګۍ ته وړ د زړې پیسې ورکي او نوې بیرته واخلي. همزمان سخنگوی بانک مرکزی افغانستان میگوید که روند توزیع بانک نوت های 10 و 20 افغانی در کشور جریان دارد و شهروندان می توانند به پرداخت کمیشن پول های فرسوده شان را به پول های جدید در بانک تبدیل کنند. فقط رانه هوادوال چه غواری دی افغانی مندرس بانک نوتون بدل کنی دوی کولای شی چه دی سوداگریز و بانکونو او همدارنگ دی افغانستان بانک نماینده یو تپ ورتک سره په ټول هواد کې د لسګون او شلګون مندرس بانکنوټونه بدل او په مقابل کې عین انوایه لسګون او شلګون نوی بانکنوټونه ترلاسه کړي. بانک مرکزی از تمام شهروندان کشور میخواهد تا در بخش حفظ و نگهداری بانکنوت‌های کشور که تازه چاپ شده و هویت ملی کشور است توجه داشته باشند. در اینجا رسیدیم به پایان خبر 6. از همراهیتان سپاسگزارم. شب روز بخیر. خدا نگهدار.